سلام خوش اومدیم به کانال یوتیوب کریپتو فارسی من علی رضا و امروز تو این ویدیو تصمیم گرفتم که یه سبد ارز دیجیتال معرفی کنم البته که چند تا نکته رو باید در نظر داشته باشین اولا که این سبد ارز دیجیتال سبد من نیست و یکی از تحلیلگرای بازار ارز دیجیتال این سبد رو درست کرده که من لینک اکانت توییترش هم تو قسمت توضیحات ویدیو میذارم که به نظر من تحلیلگر بسیار قابل و با دانشیه البته که تقریبا من با 70 درصد از چیزایی که تو این سبد معرفی کرده موافقم و اون 30 درصد هم بیشتر به درصدی که به دارایی مختلف اختصاص داده و حالا شاید روی چند تا ارز مقدار اختلاف نظر داشته باشیم که همه رو تو ادامه ویدیو بهتون میگم دومی چیزی که باید بیشتر دقت کنین اینی که این سبد ارز دیجیتال برای نگهداری بلند مدت نسبتا یعنی تو بازه زمانی یک تا دو سال و نکته سومی که باید بیشتر دقت کنین اینی که این سبد شامل ارزهای دیجیتالیه که مارکت کپ بالا و متوسط دارن و اون ارزهای دیجیتالی که مارکت کپ پایینی دارن رو تو این سبد نیورده دلیلش هم اینه که این ارزهای دیجیتال درسته که پتانسیل رشد بسیار بسیار بالایی دارن ولی خب ریسک به نسبت زیادی هم دارن که شاید برای هر کسی مناسب نباشد اما راهکار به دست آوردن این سبد رو هم بهتون میگم که برای چه کسایی مناسبه و چه جوری میتونیم به دستش بیاریم نکته آخرم این که برای ساختن این ویدیو خیلی زحمت کشیدم و اگه دلتون میخواد که ویدیوهای با کیفیت رو در یک براتون بسازم لطفا این ویدیو رو لایک کنید شیر کنید با بقیه به اشتراک بذارید و یه کاری کنید که خستگی از تنم در بره که ساختن این ویدیو رو ادامه بدم پس اگه موافقین ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب این ویدیو با من همراه باشید دفعه قبلی که من یه سبد ارز دیجیتال معرفی کردم من تاریخ 5 دسامبر 2023 ما... 2022 معرفی کردم یعنی تقریبا یک سال پیش زمانی که قیمت تو کم قیمت بیت کوین بقیه ارزهای دیجیتال تو کمترین مقدار خودش بود و اسمش هم گذاشتم چرا الان و چرا این سبد ارز دیجیتال میتونه زندگیتون رو عوض کنه بریم یه ده ثانیه از این ویدیو رو ببینیم که اون زمان من چی گفتم و الان چه اتفاقی افتاده کسایی که ارزهای دیجیتال رو دنبال میکنن میدونن که تو این یه ساله سیاست های آمریکا و خبرهای ورشکسته شدن صرافی‌ها و شرکت‌ها همه و همه باعث شد که قیمت بیت کوین از 69 هزار دلار تا 16 هزار دلار بریزه از اونجایی هم که بیت کوین لیدر بازاره بقیه ارزهای دیجیتال هم دنبالش کاهش قیمت داشته خبرهای بعد در مورد بیت کوین ارزهای دیجیتال هست درست قیمت بیت کوین و بقیه ارزهای دیجیتال ممکن از اینم کمتر بشه این هم درست اما واقعیت اینه که تو قیمت 17 هزار دلار خرید بیت کوین یه خرید عاقلانه و منطقی حساب میشه در مورد اعضای هیت دیجیتال حداقل تو این پنج ساله که من دارم دنبالشون میکنم اینجوری بوده که تو صحف قیمتی همه فکر میکردن بیت کوین دیگه قرار کلی گرون بشه و کلی خبره خوب میشنیدیم و برعکسش هم هست یعنی زمانی که بیت کوین تو کف قیمتی بوده همه فکر میکردن بازم قرار قیمت پایینتر بره و بیت کوین دیگه به فنای عظما رفته خب حالا که این مقدمه رو گفتم و شنیدیم بریم سراغ معرفی این ارز دیجیتال که چرا این ارز دیجیتال معرفی کرده این ارز دیجیتال چی هن و اینکه چند درصد از دارایی خودمون رو به ارزهای دیجیتال بعد اختصاص بدیم اولین گزینه‌ای که معرفی کرده تو این لیست البته که بیت کوینه خب بیت کوین میدونید دیگه به دلایل مختلف یکی اینکه هاوینگ بیت کوین رو داریم که تا صد روز دیگه تقریبا انجام میشه دلیل دومش ETF بیت کوینه که امیدوارم تا یک هفته آینده انجام بشه و ممکن اگر شما بعد از یه ماه مثلا این ویدیو رو ببینید ETF اثبات بیت کوین اتفاق افتاده باشه و رو قیمت بیت کوین تاثیرش رو بذاره درصد دارایی که این تحلیلگر برای بیت کوین در نظر گرفته 20 درصد دارایی دومم مطابق معمول اتریومه دارایی اتریوم هم حدود دو 20 درصد در نظر گرفته اما دلیلش اینه که اتریوم با انتقالش از پروف ورد به پروف آف و چند تا از ای, ای, ای پی های مختلف مثل ای آی 1555 و چند تا موضوع دیگه که نمیخوام سرتون رو در بیارم تبدیل شد به یه ارز ضد تورمی یعنی تراکنش هایی که انجام میشه تو شبکه باعث میشه که یه مقدار اتریوم سوزونده بشه و به جای اینکه سال به سال مقدار اتریوم افزایش پیدا کنه سال به سال مقدار اتریوم کمتر میشه با کار افزایش کاربرد توکن بیشتری سوزونده میشه و طبیعی دیگه طبق قانون ارز و تقاضا قیمت اتریوم باید بره بالا از طرف دیگه ال2 یا شبکه های لایه دومی خیلی خیلی زیادی دارن رو بستر اتریوم کار میکنن یعنی چی یعنی برای اینکه هزینه ترکنش اتریوم زیاد نشه شبکه های لایه دومی میان تراکنش ها رو تو خودشون انجام میدن در نهایت میان نتیجه نهایی رو بسن بعد از هر چند تا تراکنش روی اتریوم انجام میدن این چی به ما نشون میده این اهمیت اتریوم رو به ما نشون میده یعنی هر چقدر دپ های مختلف بیشتری ساخته بشه روی اتریوم و به اتریوم وابسته باشن این نشون میده که اتریوم برای سالهای سال و برای مدت ها کاربرد خواهد داشت و موضوع بعدی ای آی پی 4844 که این ای, آی پی هم به زودی احتمالا اتفاق میفته و این ای, آی پی هم باعث میشه که تراکنش های شبکه های لایه دوم اتریوم بازم کمتر بشه و, و نکته آخر در مورد اتریوم اینه که ETF ای اثبات اتریوم هم در کشور آمریکا درخواستش داده شده حالا درسته که رد شده فعلا و ممکن حالا یه چند مدتی طول بکشه اما اگر این ETF ای اثبات اتریوم هم تصویب بشه و من فکر می کنم که احتمالش وجود داره قیمت اتریوم هم میتونه افزایش خوبی داشته باشه موضوع بعدی سولانا ها. اما قبل از اینکه ادامه ویدیو رو بگم اینو یادم رفت بهتون بگم درسته که این ارزهای دیجیتال ارزهایی هن که قوی هن و فاندامنتال خوبی دارن و به حال روشون کار شده اما زمان خریدن این ارزهای دیجیتال هم به شدت مهمه مثلا الان که من دارم این ویدیو رو براتون میسازم یعنی توی تاریخ 28 دسامبر 2023 چند روزی قیمت سولانا به شدت رشد کرده و شاید توی یک ماه اخیر بیشتر از 100 درصد ارز دیجیتال سولانا رشد کرده طبیعیه که این ارز جا داره که یه اصلاح قیمت بکنه و کسایی موفق دارن و کسایی میتونن سود بهتری بگیرن که بتونن این دارایی ها رو تو زمان خوبی بخرن سولانا یه چند تا ویژگی داره اولین ویژگیش اینه که ایردراپ های خوبی تا الان برگزار کرده و از الان به بعد هم این ایردراپ ها رو برگزار خواهد کرد سولانا به این نتیجه رسیده که با ایردراپ ها میتونه فعالیت کاربر رو تو شبکهش بیشتر بکنه و فعالیت بیشتر یعنی ارز دیجیتال سولانای بیشتری بعد خریداری بشه و تونستن از این طریق موفق عمل کنن و قیمتش یکی از دلایلی که سولانا قیمتش افزایش قیمت شدید داشته همین موضوع بوده به جز این بعضی از بلاکچین ها و بعض بیشتر شبکه های لای دومی اینا با موتور ای یعنی موتوری که سازگار شده برای اتریوم کار میکنن اگه مشکلی پیش بیاد توی اتریوم یا ماشین مجازی حالا یکی از گذینه هایی که داره همین سولانا سولانا با سابقه ای که داشته مشکلات زیادی رو پشت سر گذاشته و به مرور بهتر شده و هی انگار ورژن بهتری از سولانا داره میاد برای همین اصطلاحا میگن بتل تسته ده یعنی امتحانش رو پس داده دیولپر های خوبی داره سولانا به خاطر هزینه تراکنش های پایین فعالیت زیادی دارن روی این شبکه ساخت و ساز میکنن و کامیونیتی و اعضا، جامعه خوبی هم داد این تحلیلگر چهار درصد از دارایش رو به این ارز دیجیتال اختصاص داده ارز دیجیتال بعدی آینجی یا اینجکتیو که این ارز دیجیتال تو بستر کازموس ساخته شده اما چیزی که این ارز دیجیتال رو به نظر من خیلی جالب میکنه اینه که مکانیزم سوزوندن کوینش رو داره یعنی چی یعنی 60 درصد از هزینه تراکنشی که کاربر پرداخت می‌کنه سوزونده میشه و این به نظر من خیلی عالیه کی خیلی خودش رو بهتر و بیشتر نشون میده زمانی که کاربرا بیان از این شبکه استفاده کنه هرچی چی کاربر بیشتر از این شبکه استفاده کنه توکن بیشتری سوزونده میشه اینجکتیو بیشتری خریداری میشه و طبیعتا خودش نشون میده حالا با موفقیت ایردراپ ها توی بستر سولانا بقیه بلاک و از جمله اینجکتیو هم تصمیم گرفتن که ایردراپ های خودشون رو انجام بدن و اگر ایردراپ های موفقی انجام بده اینجکتیو و بتونه کاربر جذب بکنه میشه انتظار داشت که قیمت توکنش قیمت کوینش بالاتر بره و برای این ارز دیجیتال هم حدود دو درصد در نظر گرفته ارز دیجیتال بعدی ارز دیجیتال تیاست یا همون سلستیا که اولین بلاکچین مدولار ارزهای دیجیتال اجازه میده که دیولوپر و توسعه دهنده ها بتونن اون موضوعاتی توی بلاکچین که براشون مهمتره رو شخصی سازیش بکنن تا حالا همچین بلاکچینی توی ارز دیجیتال وجود نداشت و یه نکته جالب دیگه در مورد تیا اینه که خب میدونید دیگه ارز دیجیتال بعضیاشون که حالا مخصوصا جدیدترن توکن هاشون به مرور و به مدتی به بازار عرضه میشه برای حالا رشد پروژه است برای درآمد دیولپرها حالا هر چی مختلف برای جذب کاربر این ارز دیجیتال تا فصل چهارم سال 2024 توکن جدید دیگه به بازار نمیده و این خودش یه نشونه خوبه دیگه توکنومی که این ارزهای دیجیتال هم خیلی مهمه حالا اینجا این ویدیو ویدیو توکنومیک نیست ولی واقعا بعد دقت بکنید به توکنومیک ارز دیجیتال ارز دیجیتال بعدی ارز دیجیتال آوکس این بلاکچین هم یه بلاکچین قدیمیه که امتحان خودش رو پس داده این چند وقته به خاطر ورودش به بازار گیم و RWA یا همون ریل ورد ها تونسته کاربره خوبی رو جذب بکنه به جز این این بلاکچین حدود 50 میلیون دلار هم برای دیولوپر ها پول کنار گذاشته که بتونن پروژه هاشون رو بیارن تو این بلاکچین و حالا هم یه فاندی دریافت بکنن همین که خب از این بلاکچین استفاده کنن و آوکس هم یه سهمی از این پروژه ها داشته باشه توی این ارز دیجیتال هم حدود دو درصد سرمایه گذاری کرد توی تیام دو درصد سرمایه گذاری کرده ارز دیجیتال بعدی ارز دیجیتال نیره این ارز دیجیتال رو یکی از شرکت های خیلی قوی کریپتوی به اسم دراگون فلای پشتیبانشی که البته شرکت های دیگه هم هستند که این شرکت شرکت قویه این ارز دیجیتال و این بلاک چین هم ماشین مجازی به جز ای وی ام داره یعنی برخلاف خیلی از بلاک ها که الان وجود دارن و لایه دومی ها ماشین مجازی غیر از ای وی ام داره تو این چند وقت گذشته دارایی قفل شده تو این شبکه یعنی پولی که وارد این شبکه شده حالا برای استیک برای نمیدونم دلار دیجیتال یا برای موضوعات مختلفه داره به مرور زیاد میشه و خیلی زیاد شده به جز اون تراکنش های زیادی داره تو این شبکه انجام میشه یعنی کاربرا دارن از این ارز دیجیتال استقبال میکنن از این ارز دیجیتال هم حدود دو درصد سرمایه گذاری گذاشته ارز دیجیتال بعدی ارز دیجیتال سوییه که سویی در واقع یه پروژه بود که بعد از پروژه لیبرا که مال فیسبوکی بود و دولت جلوشو گرفت دیولپرها این پروژه اومدن با اطلاعاتی که داشتن یه پروژه جدید ساختن دو تا پروژه ساختن یکی اپتوس یکی ای که تقریبا هسته اصلیشون یکیه زبان هر دوشون زبان مووه که یه زبان نسل جدید خیلی از دیولپرا فکر میکنن که ساختن دپ ها رو این پروژه ها راحت تره حالا چیزی که آقا توی تحلیلش نگفته بود توکنومیک بدیه که داره من توکنومیکش رو راستش بخواید اصلا دوست ندارم دو درصد داره رو به این پروژه اختصاص داده چون اکوسیستم و برنامه های خوبی روشه حالا شما میتونید اگه دلتون خواست راجع به مثلا سوی و اپتوس یه درصد یه درصد خرید بکنید ارز دیجیتال بعدی ارز دیجیتال فانتومه ارز دیجیتال فانتوم تو یک سالی که گذشت مشکلات زیادی داشت چند تا حمله سنگین بهش شد بعد یکی از بنیانگذاراش به اسم آندره کرونیه خیلی باهوشه یه جوری بهش میگم مغز دیفای مثلا پلتفرم های دیگه یرن فایننس یا چند تا پلتفرم دیگه هم ساخته بود خیلی آدم باهوشیه بعد بلاک هم که ساخته اومده تو فانتوم الان بلاکچینی هم که ساخته واقعا مثلا یه چیزاش متفاوته تو قسمت مثلا لندینگش اگر برید یا تو برنامه هایی که داره میتونید حس کنید که یه تفاوت جالبی نسبت به بقیه بلاک داره من از اکوسیستمش خوشم میاد کامیونیتی خوب و وفاداری هم داره خیلی هستن که طرفدار فانتومم و اینکه تازگی یه برنامه‌ای دارن به اسم فانتوم سونیک که این پروژه این فانتوم سونیک هم برنامه داری که روی پروژه های جدید سرمایه گذاری بکنه که از این ارز دیجیتال هم حدود یه درصدش رو سرمایه گذاری کرده ارز دیجیتال بعدی ارز دیجیتال سایه که تو این چند وقت گذشته حداقل خیلی خوب کار کرده در واقع این بلاکچین چین بلاک که اصطلاحاً ایجاد شده برای تریدرها که چند تا هدف داره یکی اینکه حجم تر... لیکویدیتی فراهم بکنه یعنی نقدینگی برای تریدرها فراهم بکنه که این نقدینگی حالا کاربردهای متفاوت داره مثلا تریدرها اسلیپیج کمتری میدن یا موضوعات دیگه ای که برای تریدرها میتونه خیلی مهم باشه خب اما بریم سراغ پروژه های لایه دومی یعنی پروژه هایی که رو بستر اتریوم کار میکنن اولین پروژه‌ای که اینجا معرف کرده پروژه آربیترومه این پروژه هم یه برنامه‌ای داره به اسم آرتیمیس ترمینال که برای سرمایه گذاری روی پروژه های دیگه است یکی از پروژه‌ای که ایردراپ خوبی داشت در کنار پروژه آپتیمیزم که حالا این راهکارهای متفاوت برای کم کردن هزینه تراکنش است. مثلا پروژه آپتیمیزم با استفاده از آپتیمیستیک رول آپ سعی داره که هزینه تراکنش رو کمتر کنه و بجز این پروژه آپتیمیزم یه قابلیتی که داره اینی که بقیه پروژه ها میتونن رو بستر این پروژه کار خودشون رو پیش ببرن یعنی چی یعنی اول اتریوم بعد اپتیمیستیک بعد روی این اپتیمیستیک پروژه های دیگه ای ساخته میشه دو تا از شناخته شده ترین راهکارهای لای دومی مثل بیس که مال صرافی کوین بیسه و مثل ورد کوین که میدونید دیگه همون آقای سم آلتمن مؤسس اوپن ای آی این دوتا پروژه روی همین پروژه اپتیمیزم ایجاد شدن برای آرب و آپتیمیزم هم هر کدوم یک کنیم درصد ماتیک هم یکی از ماتیک که البته الان شده پالیگان و دوباره ممکنه که حتی اسمش دوباره هم عوض شه این پروژه هم یکی از پروژه لایه دومیه که این پروژه هم مکانیزم برن داره یعنی به ازای هر مقدار تراکنش یه مقدار از اون هزینه تراکنش سوزونده میشه پروژه آشنایی یعنی اسمش تو عرضه دیال زیاد به گوش خورده و انصافا به نظر من تکنولوژی خوبی داره که حتی یکی از تکنولوژی که تو آینده میاره تکنولوژی ZK که این پروژه هم به نظر من میتونه یه جهش خوبی تو پروژه های لای دومی باشه و به جز این این پروژه خیلی همکاری هم با برند های شناخته شده دنیا مثل دیزنی مثل اینستاگرام مثل استارباکس و بقیه کرده هر چند که این همکاری ها شاید خیلی قوی نبوده و بیشتر حالا یه اسم تبلیغاتی بوده ولی به هر حال پروژه شناخته شده ای و من فکر می کنم که میتونه رشد خوبی داشته باشه و این تحلیلگرم هم کرده کنیم از این پروژه خرید کرده اما پروژه بعدی این پروژه هم پروژه لایه دومی اما نه لایه دومی اتریوم لایه دومی بیت کوین پروژه استکس اینجوریه که شما میتونید با استی کردن استکستون بیت کوین بگیرید یا برعکسش اما چه کاری میکنه شما در واقع میاد یه مقدار بیت کوینتون رو ذخیره میکنید بهتون استکس میده و بعد میتونید رو بلاکچین استک برنامه هایی بسازید که میتونه سرعت تراکنش زیادی داشته باشه هزینه تراکنش کمتری داشته باشه و موضوعات دیگه حالا چرا این پروژه میتونه موفق باشه اگر ارزهای دیجیتال دنبال کرده باشیم میدونیم که NFT ها روی بستر بیت کوین خیلی باب شده و پروژه های BRC20 که حالا یه جورای NFT یا اینسکریپشن در واقع اصطلاح درستش خیلی این چند وقته تونستن رشد بکنن مثل 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 هاندرد ساتوشی یا خیلی پروژه های دیگه و احتمالا با افزایش قیمت بیت کوین و محبوب شدن بیت کوین این پروژه هم میتونه افزایش قیمت داشته باشه با نماد STX که یک درصد هم از این پروژه برای خودش ذخیره کرده پروژه بعدی پروژه لینیا که 721 میلیون دلار تونسته پول جمع کنه برای ساخت خودش که هم نسبت به خیلی از چین ها تونسته سرمایه بیشتری جذب بکنه و احتمالا معلوم نیست چه شاهکاری بخواد بده بیرون که البته سازندهای خوبی هم داره که الان جاش نیست در موردش صحبت بکنم ولی همچنان کوین یا توکنی نداده اینجا یه درصدی رو برای خرید این پروژه و البته چند تا پروژه دیگه که حالا من نمیخوام خیلی واردش بشم اختصاص داده پروژه بعدی پروژه لینک که یه اوراکله اوراکل به جز اوراکل کراس چین رو داره که به بلاکچین مختلف اجازه میده که با همدیگه همکاری بکنن سه درصد من خیلی از این پروژه ها رو تو ویدیو ها معرفی کردم دیگه حالا اینجا خیلی نمیخوام راجع به صحبت بکنم پروژه بعدی رونه که یه صرافی غیر متمرکزی که به شما اجازه میده هر ارز دیجیتالی رو تو بلاکچین خودش به یه ارز دیجیتال دیگه تبدیل کنی خیلی ازش استقبال شده و مزیتی که داره اینه که برای اینکه مثلا شما بتونید بیت کوین رو به اتریوم تبدیل کنی باید توی استخر ذخیره سازی به اندازه ارزش این دو تا ارز دیجیتال ارز دیجیتال رون ذخیره شده باشه که این حالا کار استیکراست بحثش جداست ولی مزیتی که داره اینه که خب وقتی قیمت بیت کوین و اتریوم افزایش پیدا کنه شما باید از لحاظ دلاری رون بیشتری رو بخری و اونجا ذخیره بکنی پس طبیعیه که چه کاربرا افزایش پیدا کنن یعنی تراکنش بیشتری انجام میشه چه حجم این ها زیاد بشه و قیمت ها بالا بره ارز دیجیتال رون باید به این استخراج اضافه بشه که دو درصد هم از این ارز دیجیتال در نظر گرفته ارز دیجیتال بعدی ارز دیجیتال فرکس فکر می کنم هاوینگش تا همین چند روز آینده انجام بشه به جز اون ال توی شبکه لای دومی خودش تو سال توی فصل اول سال 2024 میخواد بسازه پلتفرم خوبیه لندینگ داره لیکوید تیکینگ داره تیم خوبی داره و از این ارز دیجیتال هم یکونیم درصد اختصاص داده موضوع بعدی صرافی غیر متمرکز دیوایدی ایکس صرافی غیر متمرکز هم جزء پروژه های یعنی... چه متمرکز چه غیر متمرکز جزء پروژه یعنی که معمولا زمانی که بازار به اوج خودش میرسه تازه شروع میکنن به افزایش قیمت چرا چون اون زمان بیشترین حجم نقدینگی جابجا میشه بیشترین کارمز رو میگیرن و بیشترین سود رو به کاربر رو پرداخت میکنن برای همین توکن هاشون هم که حالا به نحوی به کاربر سود میرسونه حالا یا گاورننس یا واقعا کاربر از اون سهم صرافی چیزی به دست میارن اینا به اوج خودشون میرسه دی ایکس و جی ام دو تا ارز دیجیتالیه که از هر کدومش یه درصد اختصاص داده. میرسیم سراغ پروژه های گیمینگ. پروژه آی ام یکی از پروژه های دومی که تخصصی روی گیم میخواد کار بکنه. محصولات خوبی ساخته. هزینه تراکنش ها بسیار خوب و مناسبه تو این پروژه. گیم احتمالا میتونه یکی از شاخه های پرسود اصلا ارز دیجیتال باشه یکنیم درصد هم از این پروژه اختصاص داده پروژه بعدی اسفاند یه لانچ پده که بازیایی که قرار باشه سرمایه جذب بکنن و بخوام به صورت غیر متمرکز این رو انجام بدن میان توی اسفاند در واقع ثبت نام میکنن کاربرایی که توکن اسفاند داشته باشن تو این پلتفرم استیک میکنن و این اجازه رو دارن که تو این بازی ها سرمایه گذاری بکنن و این توکن این بازی ها رو با کمترین قیمت تو عرضه اولیه این توکن ها بخرن چیزی که جالبه اینه که بازیایی که تو بول مارکت قبلی یعنی چند سال پیش تو این پلتفرم عرضه شد توکن هاش تونستن 44, در... 44 برابر بشن یعنی یک دلار رو تبدیل کردن به 44 برابر این موضوع نشون میده که پروژه‌ای که این لانچ شدن حداقل توی برهی خیلی سود خوبی رسوندن کاربرا برای اینکه دوباره به این سود برسن میان این ارز دیجیتال رو میخرن استیک میکنن که بتونن این قابلیت رو داشته باشن که تو زمان مناسب بخرن من خودم خیلی دیگه دنبال استیک کردن و نمیدونم سرمایه گذاری توی این پروژه های گیم کوچکتر نمیرم چون نه وقتش رو دارم نه واقعا تخصصی در موردش دارم ولی اگر کسی بتونه اسفاند رو بخره استیک بکنه و بتونه این کوین ها و توکن ها رو هم جایزه بگیره و به موقع بفروشه این خیلی مهمه چون درسته که چهار برابر شدن اما بعدش شاید حدود 99 درصد از ارزششون از دست دادن به موقع بفروشه من فکر میکنم که کامل میتونه اصلا بار خودش رو ببنده اصلا بی خیال بقیه پروژه و این ارز دیجیتال هم یه درصد به سبدش اضافه کرده ارز دیجیتال بعدی ارز دیجیتال یک گیم به اسم شرپ که البته اسپانسرش هم بودن یه بازی اول شخص تفنگی که اگه خودتون بخواید میتونید ببینید من خیلی مشتری این بازی نشدم و خیلی خوشم نیومد ولی اگه شما خوشتون اومد میتونید توکنومیکش کشم بررسی کنید و سرمایه‌گذاری بعدی هم نداره یک درصد از دارشون به این اختصاص داده ارز دیجیتال بعدی هم پرایم کنه که اینم مال بازیه یه درصد از این اختصاص داده که یه بازی کارتیه منم این دوباره این ارز دیجیتال رو هم اگه من بودم یه درصد سرمایه‌گذاری نمی‌کردم ولی به هر حال این آقا این کارو کرده پروژه بعدی پروژه ناکای که در واقع این پروژه میاد بازی بازی‌های کوچیک که ارز دیجیتال رو می‌سازه کوچیک کوچیک یعنی بازی کژوال بازی که رو, موبایلتون خیلی راحت مثلا یه وقتی داشته باشید ممکنه بازی بکنید تا حالا حدود چهل تا بازی ساخته توکنش رشد نسبتا خوبی داشته و یک درصد هم از این دارایی رو خریده RLB که دو درصد اختصاص داده بهش RLB در واقع یه سایتیه که خرید و فروش ارزهای دیجیتال شربندی توی مسابقات فوتبال شربندی توی کازینو این ستا کار رو انجام میده و چیزی که خیلی خواستش میکنه اینه که از سودی که میبره حالا به طور متوسط 20 درصد از این سود رو میاد ارز RLB رو از تو بازار میخره و میسوزونه و این میتونه در بلند مدت اگه همینجوری ادامه پیدا کنه میتونه رو قیمت تاثیر بذاره که دو درصد از دارایش رو از این ارز خریده اما ارز دیجیتال بعدی که دو تا ارز دیجیتال بعدی که تو یه حوزه کار میکنن و حوزهشون کلاود کامپیوتینگ یا حالا محاسبات ابریه ارز دیجیتال آر رو آکاشه این دو تا ارز دیجیتال آرندیار که قدرت گرافیکی فراهم میکنه چه تو دنیای بازی‌ها چه تو دنیای گرافیک و چه تو دنیای هوش مصنوعی ما به این پردازش اطلاعات خیلی احتیاج داریم حالا این دو تا پروژه جوریه که اومدن پردازش رو به صورت غیر متمرکز کردن یعنی افرادی هستن که یه سری امکانات دارن مثلا کارت دارن پردازنده گرافیکی دارن این امکانات رو در اختیار شبکه قرار میدن شبکه از این امکانات استفاده میکنه و به ازایش به اونها ارز دیجیتال آر دیار میده پس طبیعیه که اگه ای آی رشد کنه اگه احتیاج به کار گرافیکی افزایش پیدا بکنه این دو تا ارز دیجیتال هم افزایش پیدا میکنن که به ترتیب 2.5 درصد و 1 درصد از اینا رو روشون سرمایه‌گذاری کرده اما بجز فضای گرافیکی و پردازش گرافیکی دو تا یه موضوع دیگه هم هست و اون فضای هارد دیسک یا ذخیره سازیه که دو تا ارز دیجیتال آر و فایل کوین پروژه‌ای هستن که دارن روی فضای ذخیره سازی کار میکنن اگه از سال قبل نگاه کنید از ده سال قبل تا الان احتیاج کاربر و احتیاجی که توی اینترنت برای فضای ذخیره سازی هست به شدت زیاد شده شاید حدود 100 برابر شده خیلی از شرکت های بزرگ هستن که حالا دارن تو این زمینه کار میکنن اما دقیقا مثل آرندیار و آکاش آروی و فایل کوین هم دارن به صورت غیر متمرکز برای کاربرا فضای ذخیره سازی میسازن حالا تفاوتایی هم دارن مثلا تو نحوه پرداختشون و قیمتی که دارن و اینا اما از دو تو این دو تا ارز دیجیتال هم 1.5 درصد بهشون اختصاص داده اما یه قسمتی هم اختصاص داده به اسم میم کوین ها نظر این تحلیلگر رو باید بهش احترام بذاریم دو سه تا ارز دیجیتال دوج شیپ و پپه این سه تا ارز دیجیتال رو هر کدوم اومده دو درصد روش سرمایه گذاری کرده و اعتقاد داره که میم کوین ها جای رشد دارن منم هم همین فکر می میکنم راستش بخواید من تا نمیدونم شاید چند ماه پیش کاملا مخالف میم کوین بودم یعنی اصلا مفتم به همین کوین میدادن قبول نمیکردم ولی واقعا بعد از بونک و چند تای دیگه به این نظر رسیدم که آقا من چیکار دارم که چیه چیکار میخواد بکنه مردم میم ها رو دوست دارن و حاضرن بابتش پول بدن و منم میخوام پول در بیارم حالا کاری ندارم که این میم هیچ فایده ندارن یا هر چیزی و همونجوری که بهتون گفتم هدف این آقا اینه که رو دارای مارکت کپ متوسط و بزرگ کار بکنه البته دوج حمایت ایلان ماسک رو داره که تو چند ماه آینده احتمالا توییتر یا ایکس پرداخت در اون برنامه رو فعال میکنه و اینکه شاید دوج رو از دوج استفاده بکنه زیاد پس میتونه پامپ شه شیپ کامیونیتی خوبی داره دارن روش کارایی میکنن پلتفرم خوبی داره سیستم سوزوندن توکن رو داره و پپه که هیچی نداره خلاصه این شد مجموع ارزهای دیجیتالی که این آقا در نظر گرفته البته اینم بهتون بگم که این 100 درصد نمیشه یه مقدارش هم برای پروژه‌ای که هنوز نیامده در نظر گرفته شد سبد ده هزار دلاری پورتفولیوی این آقا اما این پروژه ها من فکر میکنم که میتونه سود معقولی به کاربرا برسه هرچند که همینو هم ریسک زیادی داره و اینجوری نیست که با خریدش 100 درصد مطمئن باشیم که به سود میرسیم من یه ویدیویی میخوام بسازم در مورد پروژه هایی که مارکت کپ کمی دارن و پتانسیل رشد خیلی زیادی دارن اما این پروژه ها شاید برای همه مناسب نباشه یعنی به نظر من اگر این دوتا شرط رو دارید سراغ این پروژه ها بیایید اولا که دارایی تحت مدیریتتون به نظر من 100 میلیون تومان به بالا باشه به خاطر اینکه کسی که, کس که دارایی کمی داره به نظر من نباید داراییش رو ریسک بکنه رو ریسک های خیلی بزرگ بکنه ریسک همینا هم ریسک داره اما ریسک خیلی بزرگی نیست نکته دوم اینه که تقریبا بدون بازار چی بشه یه مقدار در مورد بازار تجربه داشته باشه توی لیستی همچین لیستی حالا شاید یه مقدار کمتر میخوام پروژه های معرفی کنم که این پتانسیل رو دارن که رشد به شدت زیادی بکنن اما به شدت هم ریسکی هن. یعنی درسته که داره شما میتونه چه میدونم صد برابر بشه به سادگی اما از اون طرف ممکنه که از این دارایی که معرفی شده یه دونش دو, یا سه تاش یا هیچ کدوم حتی به نتیجه برسه برای همین من فکر می که باید به این موضوع خیلی دقت بکنید من اتفاقا همیشه طرفدار کسایی هم که درآمد کمتری دارن یعنی تو ویدیو همیشه سعی کردم که چیزایی بسازم که اونا هم بتونن استفاده کنن ولی این موضوع رو از اونجایی که یه مقدار خاصه و از اونجایی که زحمت زیادی برش کشیده شده به صورت عمومی منتشرش نمی‌کنم و به همون دو تا دلیلی که گفتم اگر خواستید به صورت خصوصی میتونید توی گروه تلگرامی که لینکش براتون تو قسمت توضیحات میذارم به هم پیام بدید و یه هزینه 500 هزار تومانی هم بابتش باید پرداخت بکنید خب امیدوارم این ویدیو بهتون کمک بکنه که اطلاعاتتون رو بیشتر کنید و سود خوبی هم از این بازار ببرید اگر اینجوری بود ممنون میشم که با لایک کردن و شیر کردن این ویدیو خستگی رو از سر کنید مرسی از اینکه تو این ویدیو با من همراه بودین تا ویدیو بعدی